با نزدیک شدن به روز تحلیف دونالد ترامپ، دو دستگی میان ستاره‌های هالیوود بیشتر شده. در حالی که بسیاری در مقابل رئیس جمهوری منتخب جبهه گرفتند، برخی نیز خواستار همبستگی و حمایت از رئیس جمهور جدید آمریکا شدند. از جمله نیکول کیدمن که سخنانش در شبکه‌های اجتماعی جنجال برانگیز شد. نیکول کیدمن، ستاره سینما، از آمریکایی‌ها خواسته تا با هم اتحاد داشته باشند و از رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ حمایت کنند. این نظر نیکول کیدمن در شبکه‌های اجتماعی موافقان و مخالفان زیادی داشت. برخی رفتار عجیب غریب او روی فرش قرمز گلدن گلوب را دستمایه طنز قرار دادند. کاربری نوشته نیکول کیدمن میگوید آمریکایی‌ها از ترامپ حمایت کنید. آمریکایی‌ها میگویند ما بیمه درمانیمان را از دست دادیم. نیکول کیدمن میگوید کی؟ من؟ لباس من مارک دیور است. بیشتر ستاره‌های هالیوود علیه رئیس جمهوری منتخب آمریکا موضع گرفتند و سیاست‌های او در قبال مهاجران، مسلمانان، زنان و خدمات بهداشتی انتقاد می‌کنند. اما برخی نیز می‌گویند حقیقت را باید پذیرفت و با همبستگی بر مسائل مهم‌تر تمرکز کرد. زوی سالدانا، بازیگر استار ترک، میگوید هنرپیشه‌های هالیوود با غرور و تکبر بیجا رای دهندگان را هرچه بیشتر به سوی دونالد ترامپ کشاندند. او میگوید بازیگران به جای تمرکز بر مسائلی چون حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌ها بر روی اشتباهات ترامپ انگشت گذاشتند و با تخریب شخصیت او بسیاری از مردم را از سر دلسوزی به سوی ترامپ سوق دادند. مارک کیوبن، سرمایه‌دار مشهور، معتقد است باید به دونالد ترامپ فرصت داد. کیوبن از مردم می‌خواهد تا برای آنچه می‌خواهند و نمی‌خواهند بجنگند، اما به رئیس جمهور جدید فرصت بدهند. نیکول کیدمن در پاسخ به انتقادها گفت این به معنای حمایت من از نظرات و سیاست‌های ترامپ نیست. من تنها خواستم بر باورم به دموکراسی و قانون اساسی آمریکا تأکید کنم. نیکول کیدمن متولد هاوایی است و پدر و مادرش استرالیایی هستند. او شهروند استرالیا و آمریکاست. کیدمن که سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در امور زنان است، میگوید همواره تلاش کرده از سیاست دور بماند و تنها بر مسائلی که برایش اهمیت دارند تمرکز کند. تمرکز اصلی او یاری رساندن به زنانی است که با بیماری‌های از قبیل سرطان پستان و تخمدان دست به گریبانند. نیکول کیدمن همچنین در راستای حمایت از ازدواج همجنسگرایان و تساوی جنسیتی تلاش می‌کند.